Welcome to iTalk. سلام به برنامه سخن من خوش آمدید. برنامه جدید از یورو نیوز که شما در آن پرسش‌های خود را با تصمیم گیرندگان اروپایی در میان می‌گذارید. من الکسی تیلر اینجا هستم تا شما مطمئن باشید که جواب سوال‌هایتان را خواهید گرفت. در طول این هفته شما می‌بایست با ارسال ویدیو پرسش‌هایتان را با خانم کریستیانا گیورگیوا، کمیسیونر اروپایی برای همکاری‌های بین‌المللی، بشردوستانه و موارد بحرانی در میان می‌گذاشتید. از اینکه امروز در نخستین برنامه سخن من با ما هستید خوشحالیم. بله حتما. بسیار خوب، به سراغ اولین سوال از لیون در فرانسه می رویم. میخواهم بدانم اتحادیه اروپا با توجه به بحران اتمی ژاپن بر چه مبنایی چه واکنشی نشان خواهد داد و اصلا چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ می‌دانم که شما اخیراً به ژاپن سفر کرده اید. با توجه به مشاهدات شما، اولاً چگونه می‌توانیم به ژاپن کمک کنیم و نیز چه درس‌هایی از این بحران باید گرفت؟ صدمه وارده به ژاپن از جانب زلزله و سونامی بسیار غم‌انگیز است. به ویژه برای کشوری که مردمانش خاطره‌ای بسیار تلخ از انفجارهای هسته‌ای دارند. این سومین فاجعه اتمی تبعات گسترده‌ای در میان مردم ژاپن داشته است. آنها به طور باور نکردنی انعطاف پذیر و متحدند، در عین حال نگران سلامتی، زندگی و آینده کودکانشانند. بنابراین آنچه که ما برای ایشان انجام می‌دهیم عبارت است از اعزام گروه‌های نظارت. چه مقدار بودجه داریم؟ چه کسی در این مورد تصمیم میگیرد؟ آیا شما مستقیما مسئولید؟ ژاپن کشور ثروتمندی است. مسائل مالی در اولویت نیستند. مسئله اتحاد جهانی در این باره است. آنچه که ما به ژاپن عرضه میکنیم بر دو قسمت است. هر گونه کمک رسانی ممکن. همچنین ما 15 میلیون یورو به صلیب سرخ ژاپن اهدا کرده ایم. 10 میلیون مستقیما از طرف کمیسیون. آنچه که من از مردم ژاپن شنیدم این است که آنها میگویند ما برای بازسازی ویرانی‌ها و تدوین برنامه جدید انرژی به هم فکری نیاز داریم و من فکر می‌کنم این امر هم برای آنها مفید است و هم به کار ما می‌آید. بله البته نگاهی به این تصاویر بیاندازیم. مطمئنم این عکس منحصر به فرد را می‌شناسید. اینجا کوزلودوی است، نیروگاهی که بنا به گفته آمریکا یکی از 10 منطقه پرخطر هسته‌ای جهان است. این نیروگاه که در بلغارستان کشور شما قرار دارد، بنا بود پیش از ورود این کشور به اتحادیه اروپا بسته شود. در خصوص وضعیت هسته‌ای اروپا چه درس‌هایی می‌توان از آنچه در ژاپن گذشت آموخت؟ سه مورد. اول اینکه ما باید سرمایه گذاری وسیعی در امر آزمایش‌های هسته‌ای تحت فشار داشته باشیم تا اینکه میزان خطر را بدانیم. ثانیاً باید شهروندانمان را به حد کافی آماده کنیم و سوم اینکه بیاندیشیم چطور می‌توانیم منابع انرژیمان را ساماندهی کنیم. با توجه به میزان وابستگیمان به پرخطرترین سرچشمه انرژی، می‌دانید که ما مشغول کار بر روی مسئله پایه بهره‌وری انرژی هستیم. در این مورد حتی در اروپا در ابتدای راهیم. ژاپنی ها میگویند ما ملت ژاپن پربازده ترین مردمان جهان راهی طولانی در پیش داریم، اما به هر حال نباید از انرژی های جایگزین که برای مردمانمان مطمئن تر و کم خطرترن غافل شویم. بسیار خوب، به سراغ سوال دوم می رویم که از طرف یک ایتالیایی در بروکسل مطرح شده است. من میخواهم این سوال را از شما بپرسم که آیا ما نمیتوانیم به زودی کمکی اروپایی داشته باشیم که ورود تمام مهاجران به سواحل ایتالیا را ممنوع اعلام کند؟ همین. خانم کمیسیونر، ما خودمان را درگیر مخاصمات خارج از اروپا کرده ایم، اما باید به نتایج آن در اروپا بپردازیم. اما به نظر می رسد این کار را به خوبی انجام نداده ایم. در مورد لیبی، همکنون اتحادیه اروپا راهبرد اهدای کمک‌های مالی را همراه با امداد به آوارگان برای بازگشت به خانه بر عهده گرفته است. هواپیماها و قایق‌ها برای بازگرداندن پناهجویان به مصر و تونس آماده‌اند. کماکان پناهجویان بسیاری به اینجا خواهند آمد. اگر به دروازه های همسایگان نگاهی بیاندازید، آنهایی که مرزهای لیبی را در می نوردند تا به مصر، بنگلادش، غنا، سودان بازگردند، بسیار بیشتر از آنهایی هستند که به لامپدوزا می آیند. لامپدوزا یک جزیره کوچک است. هنگامی که 4500 سکنه این جزیره متحد می شوند و یک مشکل برای اروپا ایجاد می کنند، چطور می توانیم اتحاد و یاری ما نسبت به لامپدوزا را نشان دهیم؟ چگونه می توانیم به ایتالیا در مقابل جریان مهاجرت
ملت کمک کنیم. چگونه می توانیم به ایتالیا کمک کنیم؟ یک بلیط بازگشت به خانه راه مناسبی است برای جلوگیری از موج مهاجرت به لامپدوزا. چه میزان بودجه برای این کار دارید و چگونه رأساً در این قبیل امور دخالت می کنید؟ بودجه امور بشردوستانه برای امسال که شخصا مسئول آن هستم بالغ بر 850 میلیون یورو است، اما می تواند بیش از این هم باشد. در موارد اضطراری می توانیم از ذخایر ویژه کمیسیون استفاده کنیم. برای مقایسه در سال گذشته که سالی بسیار سخت بود، ما 1.2 میلیارد یورو هزینه کردیم. به سومین سوال که از جانب یک دانشجوی فرانسوی است گوش می‌کنید. چرا اروپا برای رسیدن به موضع واحد اینقدر با مشکل روبروست، در صورتی که رویدادهای جهانی امکان را برایش فراهم می‌کنند؟ این یک سوال همیشگی، ظاهراً اتخاذ یک موضع واحد از سوی کشورهای گوناگون با دیدگاه‌های متفاوت بسیار مشکل است. علاوه بر این ما به درستی نمی‌دانیم که مثلا خانم کاترین اشتون در کجا و چگونه اروپا را نمایندگی می‌کند. مسئول موضع‌گیری مثبت یا منفی راجع به یک بحران یا یک مخاصمه در مقابل مردم چهار گوشه جهان من هستم. در امور بشردوستانه اروپا امروز یک موضع واحد دارد. ما می‌دانیم که اروپا با افتخار از سوی جامعه جهانی به عنوان یک نیروی خیر قلم داد می شود. اروپا 20% اقتصاد جهانی را در اختیار دارد، اما به تنهایی مسئول 45-50% کمک های بشر دوستانه است. اروپا بر اساس ارزش همبستگی بنیان نهاده شده و ما این ارزش را به شهروندان خود و نیز دیگر شهروندان جهان منتقل می کنیم. خانم کمیسیونر، این هم از آخرین سوال برای شما. سوال من این است که آیا الحاق اعضای جدید مباینتی با تصویر اولیه اتحادیه اروپا پیدا نمی کند؟ خانم گورگیوا، شما از کشور بلغارستان که به تازگی به اتحادیه اروپا پیوسته می آیید. آیا ما ایدئال های 59 یا 60 سال پیشمان را از دست داده ایم؟ آیا اتحادیه اروپا باید به هر قیمتی گسترش پیدا کند؟ من به شدت امیدوارم که اتحادیه اروپا تا حد ممکن برای گسترش همبستگی رشد کند. دقت کنید که من 2/3 عمرم را به رویا پردازی برای الحاق به اتحادیه اروپا گذاشتم. و حالا اینجا هستم و بسیار هم از این امر خرسندم. فکر میکنم برای اروپا همین اتحاد بسیار مفید بوده است. ما در دنیایی زندگی میکنیم که از نو مقیاس میشود. وقتی که به چین یا هند با اقتصاد قدرتمند نگاه میکنید، باور کنید که بهتر از این قطعه کوچک از این پازل بزرگ باشید، اما دیده و شنیده شوید. اما به دنیایی نگاه کنید که شکننده تر از دوران کودکی من است. بحران ها رایج تر و مانند مورد ژاپن ویرانگرتر و پیچیده ترند. در جهان امروز همبستگی یک نیاز مبرم برای ما و به ویژه نسل آینده است. نسل جوان امروز باید این همبستگی بین المللی را از ما مطالبه کنند. خیلی متشکر خانم گریگوئوا. این اولین شماره سخن من بود. ویدئو پرسش های خود را به یورو نیوز بفرستید و من اینجا خواهم بود تا شما اطمینان داشته باشید که به پاسخ سوال هایتان خواهید رسید. تا برنامه بعد.